شهرک کوهپایه‌ای ارسال در مرز لبنان و سوریه. 5 ماه پیش شبه نظامیان جبهه النصره که روابط نزدیکی با جهادیون داعشی دارند، تعدادی از سربازان و نیروهای امنیتی لبنان را در شهرک ارسال به اسارت گرفتند و تا به حال سر 4 تن از آنان را نیز بریدند. 10 ها تن از بستگان گروگانهای لبنانی با برپایی چادر در برابر مجموعه ساختمانهای دولتی در بیروت تلاش می کنند از فراموش شدن مصیبتی که بر سرشان آمده جلوگیری کنند. صدقینی لو ما نحن هون معتصمین، باور کن اگه این چادرها رو برپا نکرده و اعتراض نکرده بودیم، هم اونا و هم دولت لبنان فراموش کرده بودند که سربازای لبنانی را به گروگان گرفتن. گروگانگیری که نه در اسرائیل یا جای دیگه بلکه در خاک خود لبنان انجام شده. اما حالا اینجای ما فشار وارد میکنیم، آمادیم تا با بازگشت عزیزانمان در سرما و گرما حتی شرایط برفی اینجا بمونیم. ارتش لبنان یکی از ضعیف‌ترین نیروهای نظامی خاورمیانه است و گاهی از عهده کنترل تعارضات قومی مذهبی در شهرهای آن کشور هم بر نمی آید. تعارضاتی که با توجه به سرازیر شدن تعداد زیادی از پناهندگان سوری، بافت اجتماعی ظریف لبنان را تحت فشار شدید قرار داده است. یکی از گروگانهای لبنانی خالد حسن نام دارد که سربازی 24 ساله است و مادرش هم میگوید با پیوستن فرزندش به ارتش لبنان از ابتدا مخالف بوده است. به من میگفت که وحشت کرده. منم بهش گفتم نرو. شاید میدونست یا احساس کرده بود که چه اتفاقی قراره بیفته. حتی افسر ارشدشون هم ترسیده بود. این تنها پسر منه و از اولم نمیخواستم وارد ارتش بشه. بهش گفتم کار میکنم و مخارجمون رو تامین میکنم تا اون مجبور نباشه وارد ارتش بشه. محمد فایز عباس، پدر یکی دیگر از گروگان ها، نیز می گفت از وقتی پسرش را به گروگان گرفتند خواب راحت ندارد و جز آزادی فرزندش هیچ چیز دیگری از خدا نمی خواهد.